من صادق قطب زادم. علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی است هدف از بین بردن سران حکومت، این جمله البته ما. در اولین برخورد با ایشون احساس کردم که اون مرادی را که سالهای سال در پیش میگشتم جلومه. من از مرگ در راه ایشون ذره‌ای ابا ندارم. قطب‌زاده به همون اندازه‌ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود، به همون اندازه با تغییر شکلی که انقلاب ایران داده بود سرکوفته شده بود. برای اولین بار من دیدم که به خمینی فحش داد و گفت انقلاب رو ما کردیم. مرد حلقوم اینا میکشن بیرون. گفتم پلی آقای خمینی، گفتم که صادق مستحق اعدام نیست. گفتم که گفت اعدام. گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش. گفتم بخشیدمش. یک شهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام قطب‌زاده گرفتم. اعدامش هم فوق‌العاده دردآوره، به پر و پا و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن. قطب‌زاده بریده بود، رویاها همه به باد رفته بود، از جهان بریده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درست بعد از اینکه فرود اومدیم، خمینی چند دقیقه توی همون ترمینال فرودگاه برای مردمی که جمع شده بودن صحبت کرد. من داشتم تماشا میکردم و ضبط میکردم. دیدم صادق کنارم ایستاده. بهش گفتم حس چیه؟ چنین انتظاری داشتی؟ گفت نه، باورم نمیشه واقعا داره اتفاق میفته. بعد رفت مشغول انقلاب شد و منم رفتم سر کار خودم. روز بازگشتش بود که قطب‌زاده تو اون شلوغی ها که اونجا ایجاد شده بود گفت ما بریم مادرمونو ببینیم، ما تکون نمیتونیم بخوریم. پشت در خونه این وقتی در زد، مادر که در رو واکت داد زد، فریاد زد صادق، به شدت به گریه افتاد. مادر چقدر پیر شدی، و بغل کردش. خیلی صحنه عجیبی بود. بعد شاید در 15 تا عکس ما اونجا گرفتیم، ولی خواهش کردی که عکس چاپ نشه. روزایی که امام در مدرسه رفاه بود، آقای قطب‌زاده از در میمد صاف، بدون با کسی حرف زدن، با کسی صاف میرفت پیش آقای خمینی، میشست و حرفاشو میزد. وقتی آقای خمینی به تهران آمده بود در مدرسه رفاه، که وقتا هنوز رسانه‌های ایرانی اهمیتی نداشتن، چه رسانه‌های خارجی بودن، مرحوم قطب‌زاده به اون ترتیب یه نوعی مسئول رسانه‌ای هم هست. یه روز بهش گله کردم که ما خبرنگارهای غربی اصلاً سر در نمیاریم چه خبره. گفت ایرانی‌ها در یک کار خیلی خوبن، شایعه درست کردن. روز سومی که آقای خمینی تشریف آورده بودن تو حیات مدرسه رفاه،
رفتم یه خانوم خارجی خیلی زیبا اون بغل ایستاده، یه نیمچه روسری هم سرش بسته. گواره من روزنامه نگارم، نویسندم و با صادق دوستم. ما رفتیم تو روزنامه اطلاعات نوشتیم در میان همراهان امام که برگشتن آقای قدس‌زاده با نامزدش اومد. فرد و یقیه من گرفت که آخه مرد هر خانومی با آدم نامزد آدم میشه. خب آقا جان گرفرند ماست، اشکالی داره از نظر شما؟ گفتم نه نظر من هیچ اشکال نداره، ببخش. انقلابی که به سربازان گل می‌داد برای وابستگان رژیم شاه ارمغانی جز گلوله ندارد. از فردای پیروزی قضات تازه‌کار مقام‌های سیاسی و نظامی را محاکمه می‌کنند. ده‌ها نفر در دادگاه‌های انقلاب به سرعت و بدون فرصت جدی برای دفاع به اعدام محکوم می‌شوند. احکام صادره بلافاصله اجرا می‌شود. من یک بار در تهران مجادله سختی باش داشتم. بهش گفتم ما دوره شاه با همین کارا مخالفت میکردیم. اگر شما هم بخواید همون کارو تکرار کنید، با شما هم در میافتیم. با شرمندگی اصرار داشت که بگه که کارای اونا مثل شاه نیست. خیلی موضع انقلابی داشت. میگفت اینایی که میبینی حقشون اعدام بوده، آدم کش و جنرال و اینجور چیزا بودن. دیگه صادقو نمیشناختم. اون آدمی که توی پاریس اونطور خودشو وقف اعتقاداتش کرده بود، حالا که به قدرت رسیده همه چی رو فراموش کرد و هیچی براش مهم نیست. maintenant qu'il avait du pouvoir il négligeait tout le reste et piétinait tout. صبح 23 بهمن من یادمه در مدرسه رفاه دکتر بهشتی اصرار میکرد به قطب‌زاده که الان تلویزیون هیچ کس نیست و احتیاجه که یک نفر بره و خلاصه در کنترل انقلاب در بیاد. و صادق قطب‌زاده میگفتش که من قسم خورده بودم این مرتیکه رو بیرونش بکنیم از این کشور، منظور شاه بود، و برم دنبال زندگی. ولی بالاخره آقای دکتر بهشتی صادق قطب‌زاده رو قانع کرد به اینکه بره رادیو تلویزیون و مدیر اونجا بشه. دولت موقت رو میدانم که به سودی رضایت به اینکه قطب‌زاده مسئول رادیو تلویزیون باشه تن نداد. بیشتر آقای خمینی، وقتی هم صحبت آقای خمینی میکنیم اینجا یه نکته رو بگیم، احمد آقای خمینی در آن زمان با قطب‌زاده بیشتر از هر کس دیگری عیاق بود. بازرگانم چون میدید که در گذشته قطب‌زاده در حوزه تشکیلات و سازمان زیاد آدم نیستش که بشه روش حساب کرد، بنابراین در ابتدا حاضر نشد هیچ پستی به قطب‌زاده بده. اینو من در جریانش بودم، یعنی شخص بازرگان به من گفت. اصولا بازرگان نسبت به این کسایی که از خارج اومده بودن زیاد نظر خوشی نداشت. روزی که قطب‌زاده اومد صحبت از این میکرد که ما هیچ دخالتی در کار حرفه‌ای کارکنان تلویزیون نخواهیم کرد. بعد در جلسه‌ای که با یکی دو نفر از نمایندگان یک سندیکای اعتصابیون داشت که یکیشون هم من بودم، گفتش که شما از ما نترسین، من اینجا اومدم فقط
یک آشتی برقرار کنم بین فکل شما و عمامه آخوندها که رادیو تلویزیون بتونه به کارش ادامه بده. یه روزی من ملاقات هایی داشتم با دوستانی که بودند و اینها، یکیشون به من گفتش که میل داری قدس‌زاده رو ببینی؟ من گفتم قدس‌زاده کجا من ببینمش؟ گفت همین الان من شما رو میبرم پیش ایشون. و رفتیم با هم دیگه به ساختمون تلویزیون و گفتم من میخواستم عقیدم رو بگم و اون اینه که این انقلاب اگر دو تا رو بکنه این مملکت ویران خواهد شد. یکی این که موجب بشه که قشر آخوند به عنوان قشر حاکم بیان سر کار، یکی همین که اگر که این انقلاب دست به تصفیه بوروکراسی ایران بزنه و ایران رو از مهارت‌های کارمندان دولت و غیره محروم بکنه، این گرفتاری برای ما تولید خواهد کرد. آقای قدس‌زاده همچون من با حیرت نگاه میکرد و بعد گفتش که من هم این شما فکر میکنم. خیلی زود اعتماد میکرد. من اصلا در مورد خودم اینو تعجب کردم که چطور در عرض مثلا 45 دقیقه که ما با هم صحبت کردیم این یهو یه نامه نوشت و گفتش که فلانی حق داره به هر جای تلویزیون سرک بکشه و بعد اطلاعات رو در اختیارش بذارید. و این رابطه رو من دیدم با دیگران داشتش و بعد گفتش که آقا من هیچی از رادیو تلویزیون نمیدونم، شما اگر که به مملکت علاقه دارید، به انقلاب علاقه دارید، بیایید کمک کنید به من. قدس‌زاده هیچی از مدیریت نمیدونست، یعنی نه حسابداری میدونست، نه اداره کردن 5 نفر آدم میدونست، نه اداره میدونست، نه سیستم‌های کنترل، هیچی نمیدونست. مثل خود انقلاب بود که هیچی نمیدونست. به نظر من قدس‌زاده نیومده بود رئیس رادیو تلویزیون بشه. اصلا یه جایگاه موقتی بود براش، فقط برای اینکه جای دیگه‌ای نبود که بهش بدن. او رفتاری که میکرد رفتار یک رهبر انقلابی بودش که عمل میکرد و بنابراین کاملا به قول نیچه انسان معطوف به قدرتی بود، دنبال قدرت بودش. قدس‌زاده اومده بود که از تلویزیون یه تلویزیون ویژه بعد از انقلاب بسازه. در نتیجه هر کسی که پیش از انقلاب موفق بود یا بیشتر دیده میشد، او تصمیم گرفت که دیگه نباشن. این از چهره ها، از مقامات هم همینطور. براش خیلی مهم بود که تلویزیون زمان قدس‌زاده باشه. ده ها نام آشنا از تلویزیون اخراج می شوند. پاکسازی تلویزیون از نیروهای به اصطلاح طاغوتی از قطب‌زاده چهره ای منفور می سازد. Le personnel de télévision, comme je dis, composition de cette personnel était choisi très soigneusement par le SAVAK pendant des années. Il y a certain nombre de gens qui savent bien qu'ils vont perdre leur position et ces gens-là qui font les problèmes. یک هفته گذشته بود از اومدن قدس‌زاده، و بنابراین یک هفته گذشته بود از انقلاب که درگیری با قدس‌زاده شروع شد و این بحث سانسور شروع شد. قدس‌زاده اصلا تحمل شنیدن این حرف رو نداشت. تصورش این بود که آزادی خواه ترین آدم دست کم انقلاب ایران اگه روی زمین نباشه. افتاد تو یک مجادله‌ای با روشنفکرها. تصویر از دوری که در اون زمان وجود داشت راجع به آقای قدس‌زاده تصویر کاملا منفی بود، مخصوصا در بخش چپ جامعه ما. توی این جفت‌سازی قدس‌زاده به عنوان یک عامل منفی لیبرال موقع فوش بود، یعنی عامل آمریکا، لات که زهرا خانم آورده انداخته به جون مردم. این جفت بزرگی بخواد همین جفتی قدس‌زاده سانسور بکنه. زهرا خانم چهره جنجالی نخستین گروه های فشار در ایران بعد از انقلاب است. حملات او به تجمعات گروه های خارج از دایره قدرت به سرعت نامش را بر سر زبان ها می اندازد. ارتباط احتمالی با زهرا خانم دلیل دیگری است برای کوبیدن قطب‌زاده. در میان اون دعواها از جمله عکسی بود که کاوه گلستان ازش گرفت با زهرا خانم و ما گذاشتیم رو جلد. بعد زهرا خانم شکایت کرد از من و معلوم شد که قدس‌زاده پشت ماجرا هست. گزارش تهران مصور به مزاج زهرا خانم خوش نمی آید.
او بهنود را به جرم هتک حیثیت به دادسرا می کشد. یه ویژگی دیگه داشت که قدساده رو خیلی خوراک میکرد برای اینکه باش مخالفت کنن، شیوه حرف زدنش بود. مثلا اول بار اومد گفت ملت من مثلا فلان. خب اینو بچهای آیندگان تیت کردن ملت من. ماها که در تهران بودیم صدای شاه تو گوشمون بود، هنوز دو ماه بود شاه رفته بود. اینجاها دیگه قدساده اولین آدمی شده بود که مستقیم با روشنفکری ایران و با مطبوعات ایران به معنی درگیر شده بود. دکتر برهانی یه چیزی گفت، دیگران گفتن. یکی از کارهایی که به نظر میمدش که نباید میکردیم موقعی بود که یه نفر پیدا شد و یه عکسی آورد و گفت که این عکس قدساده است که در حضور شاه ایستاده بود مؤدب و گفت دانشجو ایرانی مقیم واشنگتن ایستاده بودن و او هم ایستاده. ما به یک دو نفر نشون دادیم و اون یک دو نفر تقریبا همشون رد کردن و گفتن که این چهره اون موقع قدساده نیست، که چه شباهتی هم می‌آورد. فقط فضای منفی بدجنسی و شیطنت بود که باعث شد که اون عکس چاپ شد با این تیتر: آیا این قدساده نیست؟ موقعی که شد مسئول تلویزیون هر شب میومد خونه من میخوابید. یک شبی حمله شدیدی میکرد به روشنفکرها به طور کلی با الفاظ زشت، که خب اینا دارند در جهت مخالفت با امام انقلاب عمل میکنن اینا. حتی نسبت به بازرگان هم انتقاد داشت، حرفایی که بازرگان میزد بعضی وقتا در ارتباط با آقای خمینی اصلا مورد قبولش نبود. اون شب حرف ما به قدری به تندی کشید که من گفتم که اگر تو روزی توی مملکت به قدرت برسی میتونی من رو هم بذاری پای دیوار و اعدام بکنی. هیچی نگفت. بحث امشب ما در مورد آزادی بیان و اندیشه است. آزادی بیان، بیان در حقیقت باید باشه، نه بیان در دروغ. بیان در توجه و شرافت باید باشه، نه در عرض کنم تهمت و افترا و غیره. بیان در تعهد باید داشته باشه، نه بیان بی تعهدی که جامعه رو تحریک بکنه و بخواهد زمینهای انقلابی و رشد فرهنگی و آزادی انسانساز در جامعه اونا رو همه رو از بین ببره با یک سلسله مطالب دروغ و اینا. اینجاست که مرز تعیین میشه. تعامل کردیم. ما در اون موقع او رو یک آدمی میدیدیم که به طور قلابی خودش رو در انقلابیون جا زده و هیچ شباهتی به انقلابیون مذهبی نداره، چپ هم که نیست، بنابراین فقط با حیله جا زده خودشون تو و بنابراین یک آدم ریاکاره. اصولا کلا میشه گفتش که رسانه ها و جامعه روشنفکری اینطوری میدیدش. هنوز یک ماه از انقلاب نگذشته بحث اجباری شدن حجاب مطرح می شود. زنان مخالف حجاب اجباری به مناسبت روز جهانی زن به خیابان می آیند. رادیو تلویزیون به عنوان یکی از نخستین نهادهای مروج حجاب هدف قرار می گیرد. À la télé ou à la, la radio, il y a la censure quoi. Hier on a fait une manifestation. On avait à peu près 10 ou 15 000 femmes, mais ils n'ont rien dit à la télé. Monsieur Retsadé, elle ne permet pas. Une femme, c'est un tout. La mère, si vous voulez. Une femme, c'est à la fois un travailleur, éducatrice et un président, une présidente, si vous voulez. On a un député. Le droit des femmes, c'est exactement égaux les droits de l'homme. Aucune différence entre les femmes et les hommes. Whether it was a Western woman or صادق با زنها از موزه برابر برخورد میکرد. چه زن غربی، چه زن ایرانی. و واقعا اینجوری بود. یک بار که در مورد حجاب ازش پرسیدم گفت بالاخره یه موقع برداشته میشه. ولی الان باید احتیاط کنیم. ولی ارتباط خودش با یک دوست زن واقعا با یک دوست مرد فرقی نداشت.
آدم بسته ای نبود. برداشت شخصی من این بود که داشت یه چیزایی رو رعایت میکرد بدون که خودش خیلی باور داشته باشه و تلاش میکرد به یک نتیجه ای برسه، ولی نمیتونست برسه، برای همین تناقضات میزد بیرون. در واقع در اینجا وقتی ما رفتیم توی دفتر کارش و برای مصاحبه، مثلا خانم منشیش اولین کسی بود که قرار بود اینو رعایت کنه، ولی اون نوع رعایت کردنش هم خودش تمام این قید و باور نداشتن و گیر کردن و رعایت کردنی که مقام مسئول و اینا رو توی همون لباس پوشتن خانم منشیش میدیدید. یک زن مسلمان، یک خواهر مسلمان نشان داد که اگر در این مبارزه شرکت نمی کرد محال بود که این انقلاب پیروز بشود. قطب‌زاده می‌خواهد جریان‌های مختلف سیاسی اجتماعی را راضی نگه دارد. نتیجه آن که سیلی از انتقادات از هر طرف علیهش سرازیر می‌شود. What he always had to be doing now. در این دورانی که جنگ قدرت در جریان بود، مدام سعی می‌کرد موازنه قوا رو در نظر بگیره. از یک طرف برای اینکه موقعیتش رو حفظ کنه، باید نشون می‌داد انقلابی مسلمانه و از طرف دیگه سعی می‌کرد فضا رو به یک جهت پیشروتر به سمت یک جمهوری دموکراتیک‌تر هل بده و مدام در تلاش بود که این دو کار رو با هم انجام بده. گفتش که آقا آخوند حرف میزنه باید بره توی رادیو حرف بزنه، اینا رو راشون ندین توی تلویزیون. اینو چندین بار من ازش شنیدم که میگفت، میخندید، میگفتش که از خون جوانان وطن میگن لاله دمیده، میگفت لاله چی از خون جوانان وطن ملا دمیده، کنایه از اینکه روحانیون اومدن دارن همه کارا رو میگیرن. خیلی با احترام همیشه از آیت الله خمینی صحبت میکرد، ولی من یادم چند بار چند تا پیشنهاد مطرح شد، بعد یک کدوم از اون اعضای تلویزیون گفتش که آقا خوشش نمیاد از این کار. یهو این براشفته که خب آقا بی خود کرده، اون چه میدونه رادیو تلویزیون چیه که بخواد تو این مسئله دخالت بکنه، که بقیه همه ساکت شدن که این چطور این راجب او این گونه صحبت میکنه. همون اوایل انقلاب تقاضای مصاحبه کردیم و من با همسرم رفتیم پیششون. داشتیم مصاحبه می‌کردیم که صدای تیراندازی اومد. ظاهرا جلوی صدا و سیما یه دعوایی شده بود، یک تیراندازی هم که دیگه تیر رایگان بود، همینجور تو هوا شلیک می‌کردن دیگه. قطب‌زاده اصلا براش مهم نبود. گفت بشینیم زیر مصاحبه کنیم که اگه تیر اومد سرمون نخوره مثلا. بعد درازکش من و همسرم و ایشون زیر میز صحبت می‌کردیم. داشت صحبت میکرد و اینا، آره خودش و کاراش، رسیدیم به این چیز که گفت که من تخصصم مبارزه با رژیم هاست. گفتم یعنی اگر این رژیم هم، یعنی اون موقع حکومت اسلامی هم، یک کاری بکنه که ناخوشایند باشه اون وقت چی؟ گفت من که به شما گفتم من تخصصم مبارزه با رژیم هاست. خیلی زمان کوتاهی نگذشت تا معلوم شد که اینطوریه واقعا. یادم هست صادق قطب‌زاده روی موضع خودش پافشاری کرد که بازرگان انقلابی نیست و گفت من فقط نوکر دو نفرم که جیگر دارن و دستش هم نشون داد، یکی آقای خمینی، یکی آقای طالقانی. دیدم که ایشون رو به حیات تلویزیون پشت به در ورودی ایستاده و شونه هاش داره تکون میخوره و گریه میکنه. من سلام کردم و برگشت من یه نگاهی کرد و آمد منو در آغوش گرفت، سرش گذاشت شونه من و های های گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفتش که طالقانی مرد. طالقانی صدی بود در مقابل آخوندها و ما بازی رو باختیم. وقتی طالقانی مرد، ماجرا از نظر صادق فقط مرگ طالقانی نبود. این نبود که یک روحانی با نفوذ که طرفدار اسلامی به مراتب مترقی تر بود از دست رفته بود. مرگش برای ایران فقدان عظیمی بود. خود انقلاب بود که داشت از دست می رفت.
the center of the espionage, not only in this country or in other countries. It was the center of, I mean, ordering the Iranian government to do what to do and what not to do. وقتی که مسئله گرفتن سفارت امریکا و بعدم استعفای دولت بازرگان، رادیو تلویزیون خب شب و روز اطلاعیه‌های مختلف رو در محکومیت دولت بازرگان و ملاقات بازرگان یزدی با برژنسکی در الجزایر پخش میکرد. ما از دولت اصلا انتظار نداشتیم که با مخ کارت برژنسکی بره مصاحبه کنه. وظیفه دولت که پشتیبانی بکنه. ولی متأسفانه تا حالا سکوت کرده. شما ممکن نظرتون رو بفرمایید در مورد اشغال سفارت امریکا به وسیله دانشجو. ولی من فکر میکنم بچه ها همه جوانای انقلابی ما کار خوبی میکنن. به نظر من باید اینا رو واقعا نگه دارن تا زمانی که اونها شاه رو برگردونن به ایران. من وزیر دارایی شدم و سرپرست وزارت خارجه. پذیرفتم این برای حل مسئله سرپرست و وزارت خونه باشه. وقتی آقای بنی صدر من رو فرستاد به نیویورک، من در نیویورک متوجه شدم اولین چیز که عملا اختیار این امر به حل کردنش از دست دیپلمات‌ها و سیاستمداران خارج شده. کسانی به خصوص با در دست داشتن رسانه‌ها هم در ایران و هم در ایالات متحده آمریکا درست خلاف این مسیر عمل می‌کردند. تمام کوشش من در اون زمان عبارت از این بود که به تهران بفهمانم که بنابراین نوع خبری که رادیو تلویزیون ما پخش می‌کنه و تمام تلویزیون‌های خارج هم برای پخش کردن خبرشون از اتاق اینپکس رادیو تلویزیون ایران استفاده می‌کردند. پس مدیریت کردن نحوه تصویر تأثیر تعیین کننده داره در حل بحران. آقای بنی صدر این مسئله رو کاملا به عنوان وزیر امور خارجه میدونست. هر جایی مراجعه میکرد قدزاده درست عکس اون عمل کرد. وزارت خارجه برای حل بحران پیشنهاد میدهد اگر آمریکا تعهد کند در امور ایران دخالت نکند و کمک کند اموال ایران را برگرداند، ایران هم گروگان‌ها را آزاد می‌کند. به نظر می‌رسد همه موافقند. قرار می‌شود شورای امنیت به تقاضای ایران جلسه بگذارد. من دارم آماده می‌شوم بروم اونجا. ساعت 2 بعد از ظهر رادیو چیز کرد که نه، ایران در شورای امنیت شرکت نمی‌کنه و آقای قزاده هم گفته بود کسی از نهایه ایران به امریکا نمی‌رود. تقاضای تشکیل شورای انقلاب کردم و اونجا من گفتم به این که خب شما که قرار بود بایستید که نایستادید آقای اعضای شورا، اما این آش آقای خودزاده شما پختید، این کارها رو شما کردید، لطف فرموده خودت شما تصدی کنید وزارت خارجه، من استعفا میکنم. خودزاده برای حل مسئله گرگانگیری تا زمانی که خودش وزیر امور خارجه شد موانع زیادی ایجاد کرد. خودش که وزیر امور خارجه شد مواجه با مشکلات و موانع دیگه شد. بعد از اینکه وزیر خارجه شد اصرار زیاد ما هم دیگه رو دیدیم و گفت من از وزارت خارجه هیچ چی نمیدونم. یعنی از خارج اومده بودن و چندتر از وزارت ریاست جمهوری هم نمیخواستم بدون اینکه یک روز تو عمرشون کار کرده باشم. این هم در مورد آقای بنی صدر صادق بود، هم در مورد آقای حبیبی، هم در مورد آقای قدساده، هم در مورد آقای صادق طباطبایی، تمام اون کسایی که کاندیدا بودن برای ریاست جمهوری. در این ایام ارتباط مستقیم قطب‌زاده با آیت الله خمینی بسیار محدود شده. خمینی به خاطر بیماری قلبی از معرکه فاصله گرفته و پسرش احمد مملیاتش را به دولت مردان منتقل می کند. قطب‌زاده هم در نبود دولت واحد و بلا تکلیفی شورای انقلاب سیاست های خود را پیش می برد. او به عنوان وزیر خارجه جلوی دوربین تلویزیون با خبرنگارهای خارجی حرف میزنه. باید هم انقلابی به نظر بیاد. در این حال تلاش میکنه یه راهی برای خروج از این بنبست پیدا کنه و گروگانها رو آزاد کنه.
چون هر یک روزی که بیشتر در سفارت میموندن قدرت تندروها بیشتر میشد. The lives and the comfort of the 49 Americans who are here are important, we realize it. But our sentiment is important as well. So turn the show back and let's finish with this once and for all. من در واشنگتن بودم. در این موقع بود که آقای قطب‌زاده از من خواست که به عنوان سفیر ایران به سازمان ملل متحد برم. منتها در همون موقع من به این نتیجه رسیدم که واقعا در ایران حداقل در رابطه با مسئله گروگانگیری کسی قدرتی جز آقای خمینی نداره. ولی قطب‌زاده در اون موقع مطمئن بود که خمینی هم میپذیره. او همیشه معتقد بود که آخوندهای دیگه خمینی رو فریب میدن و به بازی میگیرن. خمینی به هیچ وجه بازیچه دست کسی نبود. او خودش بازیگردان اصلی بود. همیشه اینطور بود و من در این باره با صادق زیاد بحث میکردم. میشد دید که نفع انقلابیون در اینه که مسئله حل نشه. این ماجرا انقلاب اسلامی رو تثبیت میکرد. ایران با کشوری که خمینی بهش میگفت شیطان بزرگ سرشاخ شده بود. این ماجرا ایرانو در جهان مطرح میکرد، اونم در ابعادی وسیع. قطب‌زاده خیلی خوب درک کرده بود که این گروگانگیری چه فاجعه ای برای موقعیت ایران در روابط بین المللیه. بین اسلامگراهای تندرو و حزب توده ایران در رابطه با مسئله گروگانگیری و به طور کلی ضدیت با آمریکا و ضدیت با غرب یک هماهنگی و همجهتی وجود داشت. این دو گروه با هم دیگه همکاری می‌کردند بر ضد نیروهای لیبرال. قطب‌زاده با هر دو طرف ضدیت داشت. اما اینی که میگن که فلانی برای چیز شخصی خودش میره تو این اطلاعیه دیروز بود و که فلان کتک برای تبلیغات شخصی خودش میره، چگونه باید یا از این طرف میگه از اون طرف میگه، شرم نمی کند که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بگوید که نمیدونم ما چطور به شدت محکوم کنه از این صحبت. مرحوم قطب‌زاده جزو کسایی بود که خواستار این بود که گروگان‌ها به دولت تحویل داده بشن و حال اینکه دانشجویان که در اون زمان پشتیبانان دیگری هم در داخل حاکمیت پیدا کرده بودند به این امر به هیچ وجه تن نمیدادند. بنابراین برخوردها روز به روز بین قطب‌زاده و دانشجویان شدیدتر و شدیدتر شد. اولا من این دانشجویان رو خیلی قبلم گفتم، حالا میگم پیرو به خط امام نمیدونم و همین صراحت به همین قاطعی و این اطلاعی آخرشون برای دوباره زنده شدنشونه، اون هم نخواهد شد در جامعه که بخوان حمله بکنن و توهین بکنن. عملا همون تندروی از چپی رو که قطب‌زاده در دوران قبلی با بنی‌صدر کرده بود بعد دانشجویان در زمانی که قطب‌زاده خودش وزیر امور خارجه بود با او کردن و شدت پیدا کردن. قطب‌زاده هم کسی نبود که به این سادگی تحت تأثیر دانشجویان قرار بگیره. بنابراین قطب‌زاده یک کارزار رسانه‌ای رو شروع کرد علیه اونا و حرفی رو که در قبل بسیاری بهش اعتقاد داشتن در داخل خود حاکمیت که مسئله گروگانگیری داره به ضرر انقلاب ایران و ایران تمام میشه رو قطب‌زاده صریح و علنی بیان کرد. صادق نقش بسیار پررنگی بازی کرد که به غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها بفهمونه که ایرانی‌ها چرا احساس میکنن بهشون جفا شده و چرا غربی‌ها باید بابت کارهایی که در سال‌های گذشته در ایران کردن حساب پس بدن. According to what law the United States has interfered in our affairs, have sent the spies here. If they can find any process of law to do all this justice, I am sure they are intelligent enough to find the process of law to return the Shah. رابطهش با تقریبا همه خبرنگارها خیلی خوب بود. حتی خبرنگارهای آمریکایی هم در عین اینکه شاکی بودن ازش خوششون میومد. خبرنگارهای آمریکایی بهش میگفتن جی بزرگ، خبرنگارهای انگلیسی میگفتن قطب بزرگ. یادمه وقتی وزیر خارجه شد یکی از همکارام ازش پرسید
One last question. Some Americans are characterizing you as a hardliner. Is that fair? Well, I'm a nice guy. I'm a nice guy. آدم خوبیم. با رسانه ها همینطور شوخ بود. ضمن اینکه شخصیت محکمی داشت، یک آدم انقلابی بود که همه عمرش رو وقف این راه کرده بود. معصوم هم نبود. همیشه بهش میگفتم. میگفتم من دوستت دارم، با اینکه یه جورایی گانگستری. حتی بدون اینکه حرف بزنه یه جور کاریزما داشت. یه جور اعتماد به نفس. قدش خیلی بلند بود و واقعا خوش‌قیافه بود. براش خیلی مهم بود که همیشه آراسته باشه، هر لحظه آماده باشه که با آدم ها دیدار کنه. راستش کت و شلوار و کرواتاش رو من در کوپنهاگ براش انتخاب میکردم. بعضی وقتا ازش انتقاد میکردن، چون خیلی ها سر و وضع متفاوتی داشتن. ازش انتقاد میکردن که لباسای غربی میپوشه. بعضی وقتا رو به تلویزیون میگفتم به اون گیر ندین، به من بگین، تقصیر اون نیست. بعضی از ارزش‌های ایرانی رو خوب میشناخت. ایرانی هم بود، اینجا هم ایرانی زندگی میکرد، با مردم، با افراد مختلف هم روابطش کلی ایران، تصوری که وجود داره. اما قطب‌زاده بدنه جامعه ایرانی که زمان بعد از انقلاب وارد شده آشنایی زیادی باش نداشت. من حتی میگم تناسب قدرت رو در داخل خود ایران، چه ایران دوره شاه، چه ایران بعدی که شکل گرفته بود، اشرافی ازش نداشت. بیرون کردن شاه از امریکا یک پیروزی میدونیم و این امری که ما اولا به دنیا ثابت کردیم که یک جانی بالفطره میرسه به جایی که حتی ارباباش هم نمیتونن نگهش دارن. قطب‌زاده بر این باور است که میشود شاه را از پاناما پس گرفت. او فکر میکند اگر شاه دستگیر شود بحران گروگانگیری هم حل میشود و شاید حساب دیرینه او با شاه تصفیه خواهد شد. You think that Mr. Khomeini, an educated person, he could have planned all this, set up all the organization? One man alone could not have done it. This I know. The two main people in those days, at least on the surface, were Yazdi and Qutbzadeh. Qutbzadeh was thrown out of Georgetown University because he was incapable of studying. And many people say that first he was a CIA agent and then a KGB agent. Qutbzadeh, به اعتقاد من، ضربه بزرگی که به خودش زد اون اصراری بود که در مسئله شاه داشت که من شاه رو پس بود. قطب‌زاده از دوست دیرینش کریستیان بورگه که وکیل بین‌المللی است می‌خواهد برای پرونده استرداد شاه مدرک جمع کند. از یک تاجر و کارچاق‌کن آرژانتینی به نام هکتور ویلالون هم برای راضی کردن طرف پانامایی کمک می‌گیرد. به توصیه ویلالون ایران برای تطمیع پاناما یک پیشنهاد نفتی مطرح می‌کند. کسی با آقای قطب‌زاده زنگ زد، گوشی رو گذاشت با خوشحالی و فردا شاه تو چنگ ماست. گفتم چجوری؟ گفت تموم شد، الان خبر به من دادن حکم بازداشت شاه رو دادن الان و الان بازداشت میشه، تکون نمیتونه بکنه. عجب. You are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest. I would say he's under arrest because aides at his island are saying he's not under arrest. Well, that was in the morning in Panama. Well, I think he has been woken up with the news. Obviously. Or with something else, I don't know. Vers 7 heures du matin, j'étais à l'hôtel, il me téléphone, il dit, ça y est, je viens de recevoir. ساعت 7 صبح تو هتل بودم، به هم زنگ زد که جنرال توقیروس تلفن کرده گفته شاه رو دستگیر کردن. گفتم تا وقتی مطمئن نشدی اعلام نکن. گفت نمیتونم، میتینگ انتخاباتی دارم. I had to go to Mashhad and at 9 o'clock in the morning
before my departure, I sent the declaration to be released when I give the order to release it. Unfortunately here, they made a mistake to release the information before. این اتفاق در واقع حاصل یک سوء برداشت ساده است. قدزاده و رهبران پاناما بدون مترجم درست زبان هم را نمی فهمند. پانامایی ها به قدزاده 60 روز فرصت می دهند تا اسناد لازم را تحویل دهند. می گویند به محض دریافت مدارک شاه را بازداشت می کنند. اما قدزاده ظاهراً به خاطر مشکل زبان و نارسایی خط تلفن پیش شرط دریافت مدارک را متوجه نمی شود. مرحوم قدزاده به نوعی مسئله سرنوشت گروگانگیری و برگرداندن شاه رو بدل به توسنی کرده بود که برای کارزار انتخاباتی خودش اون رو توسن اصلی می دانست. قدزاده همچنان که برای برگرداندن شاه و ختم گروگانگیری تلاش می کند، خوشبینانه بخت خود را برای ریاست جمهوری هم می آزماید. قدزاده به نظر من آدمی بی اصولی نبود. اینی که کاندیدای رئیس جمهوری شد به عنوان سیاستمدار حقش بود، کار خوبی هم کرد، مبارزه انتخاباتیش هم کرد و شکست خورد، آقای بنی صدر برنده شد. به نظرم کمپین قوی نداشت آقای قدوزاده، یه خورده عوامانم بعضی شعاراشو انتخاب کرده، مثل اینکه راه کربلا رو باز میکنم من اگه رئیس جمهور بشم، تعهد میکنم که تمام قدرتمون رو خرج بدیم که انشاءالله راه ایران و کربلا و نجف هم به طور خوبی درست بشه که زائرین نجف اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفتم که شده اونجا برن و برگردن. صادق had been away from Iran for many years. صادق سالها از ایران دور بود و لاهیجی بهش گفته بود که این ایران اون ایران زمانی که تو رفتی نیست، تو اون ارتباطی رو که فکر میکنی با مردم نداری. یه مسئله دیگه این بود که صادق فارسی زمختی صحبت میکرد، مثل یک دیپلمات تحصیل کرده یا یک آخوند فصیح نبود، مثل بازرگان نبود، بیشتر مثل مردم کوچه بازار حرف میزد و ممکن بود کاملا زمخت به نظر بیاد. خلاصه حرف زدنش به رئیس جمهور نمیخورد. زبان او مخلوطی از بازاری و عیاری اینا بود که من فکر کردم که او واقعا خیلی شبیه داشاکل هدایته، یه نوع فداکاری ها و مردانگی های هست، ولی از یه طرف دیگه هم یک نوع قلدری و تکروی و ناسازگاری و اینکه دیگران ازش حساب ببرن. اگر واقعی دارم، اگر خدا ناکرده ما از این رحمتی اما محاسبه ای که قدزاده کرده بود برای اینکه اسب بازگرداندن شاه میتوانه برنده ریاست جمهوری باشه درست خلاف در اومد. اشتباه نکنم تا 100,000 رأی هم نیاورد. این خودش نشون دهنده این مسئله بود که بدنه جامعه ایران در آن زمان بسیار کمتر از بعضی از بازیگران سیاسی که مسابقه از چپ رو اسب اصلی خودشون کرده بودن تندرو بود و مرحوم قدزاده در اون پوکر سیاسی که میکرد متاسفانه متوجه واقعیات بین‌المللی از یک سو و خود روند ذهنی رای دهندگان ایرانی نبود. بعد از شکست، قدزاده در مقام وزیر خارجه همچنان در پی برگرداندن شاه و آزادی گروگان هاست. اوج این تلاش ها دیداری است که لو رفتنش می توانست سرش را برباد دهد. مکان ملاقات آپارتمانی است در پاریس. طرف ملاقات همیلتون جوردن، رئیس دفتر کاخ سفید.
رفتم سفارت دنبال صادق. نشست تو ماشین. چرخیدیم که مطمئن شیم کسی دنبالمون نمیکنه. بردمش پیش ویلالون و خودم برگشتم. شب دوباره رفتم دنبالش. The only time I met Gobzadeh was a meeting in Paris. تنها باری که من قطب‌زاده رو دیدم در پاریس بود. در ملاقاتی برای آزاد کردن گروگان‌ها. مرد بسیار شسته رفته، شیک پوش، گرم و خوش چهره‌ای بود. قبل از اون آمریکایی‌ها فقط با واسطه‌ها تماس داشتند و هرگز با هیچ ایرانی ارتباط نداشتند. او تنها گزینه ممکن بود. انتخاب دیگه‌ای نبود. جردن نوشته در خاطراتش که من در پاریس با قیافه مبدل با قزاده دیدار کردم. کسی خبر داشت تو ایران؟ نه. بعدها خبر شد؟ هرگز. متاسفانه این تجربه رو داشت. یادم در بسیاری از بحث‌های غیر رسمی آدما می‌پرسیدن ماجرای این یارو چیه؟ واقعاً آدم مهمیه یا خودش رو مهمتر از اونی که هست فرض می‌کنه؟ آیا واقعاً فکر می‌کنه نسخه غیر مذهبیش از انقلاب ایران ممکنه هرگز به جایی برسه؟ ولی یادم نمیاد تو هیچ گفتگویی کسی گفته باشه طرف جدی نیست. I was pressing him to resolve quickly the hostage crisis. And he said, well, that's easy. All you've got to do is kill the Shah. I almost fell out of my chair, but then I realized that he was deadly serious. He said, I'm only asking you and the CIA to do what they've done to thousands of Iranians over the years. او فکر میکرد قطب‌زاده فردی است که میتونه مؤثر باشه در اجرای توافقی که بین اینا و این 100% اشتباه بود. هیچ کس نمیخواست همه افتخار حل بحران نصیب صادق بشه. و تازه معلوم نیست که اگه گروگان ها آزاد شده بودن به نفع قطب‌زاده تموم میشد یا به ضررش. من ناظر بودم که چه تلاشی کرد که این موضوع حل بشه و وقتی شکست خورد واقعا براش دردآور بود و آخر گفت خمینی شکست کارتر در انتخابات رو نوعی موفقیت برای خودش و انقلاب ایران میدونه و هرگز این گروگان ها رو تا با بودن کارتر آزاد نمی کنه. وقتی متوجه شدن قطب‌زاده نمیتونه اونطور که به همه قول داده بود مسئله رو حل کنه، دیگه اهمیتش رو از دست داد و اون موقع بود که ارتباطات با الجزایر شروع شد. فروردین 59 قطب‌زاده و بورگه پرونده استرداد شاه را تکمیل کردند. اما درست ساعاتی قبل از پایان مهلت و تحویل مدارک شاه پاناما را به مقصد مصر ترک میکند. قطب‌زاده از روز اولی که وزیر خارجه شد یکی از هدفهای خودش رو بهبود روابط با حاشیه خلیج فارس گذاشت. به همین دلیل به امارات رفت، به همین دلیل به کویت رفت، میخواست به عربستان و بقیه قطر و اینا سفر کنه. عراقی‌ها از این مسئله بسیار ناراحت بودن. آیت الله خمینی از آغاز انقلاب به شرایط سیاسی عراق و فشار بر شیعیان این کشور معترض بوده. فروردین 59 جنگ لفظی دو کشور اوج می‌گیرد. قطب‌زاده همسو با خمینی به تندی از حصر رهبران شیعه عراق انتقاد می‌کند. مصمم هستیم که این حکومت بعث عراقی رو برداریم. و دیگه هیچ شوخی هم با این قضیه نخواهیم کرد. صدام حسین دار دستش باید بره. در کویت برنامه ریزی کردن یه تیم تروریستا آدم کشای صدام. موقعی که داشت سوار ماشینش میشد جلو در وزارت خارجه بره تیراندازی کرد. سفر نسبتا موفقیت آمیز بود از نظر اینکه دولت انقلاب حالا داره با
جهان پیرامون ایران داره گفتگو. دغدغه دیگر قطب‌زاده دخالت نظامی شوروی در افغانستان است. او در مقام وزیر خارجه ایران به شدت سیاست‌های ابرقدرت شمالی را نقد می‌کند. یه روز با هم صحبت میکرد. چند روز بعد از مراسم خاکسپاری تیتو بود. توی مراسم گرومیکو وزیر خارجه شوروی رو دیده بود. گرومیکو به صادق گفته بود فراموش نکنید که همسایه مهم میدارید. ما 2500 کیلومتر مرز مشترک با شما داریم و ما همیشه همینجا بودیم. صادق رابطه خوبی با روسا نداشت و شکی نیست که گرومیکو میخواست بهش هشدار بده. یه تهدید. روزی نبود که شما روزنامه های حزب توده رو نخونید و نسبت به قطب‌زاده پرخاشگری و اتهام نباشه. من روزی متأثر خواهم شد که ببینم اینها از ما تعریف میکنه. چه کاری کردم؟ اون داستان افلاطون که میگفتن یک احمقی ازش تعریف میکرد، دیگه بهش گفتم من که زار گریه کردم، گفتن چرا گریه میکنی؟ تعریف میکرد، گفتم من چه کاری کردم که این احمق را خوش آمده است؟ حالا اگر اینها از آدم تعریف میکنن، آدم باید دل سوخته بشه. دشمنی شدیدی با حزب توده داشت که این دشمنی برمیگشت به دوران مصدق. قطب‌زاده سقوط حکومت دکتر مصدق رو به عنوان یک فاجعه تاریخی بیش از هر چیز ناشی از رفتار حزب توده با حکومت دکتر مصدق میدانست. من بارها گفتم واقعا در رگ اینا خون روسی جریان داره، گلوبولاشون اپرای روسی میخونه. اینا یک کسانی هستن که تمام وجودشون روسی است. اگر بزرگترین توهینا رو به ایران بکنین هیچ نگرانی ندارن. اگر به روسیه بگی بالا چشمه روسی ابروه، اینا ناراحت میشن. دشمنی حزب توده با قطب‌زاده عجیب بود، چون قطب‌زاده موضع بسیار تندی علیه شوروی گرفت. He managed to actually pass a vote. او موفق شد در کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد قطعنامه‌ای در محکومیت حمله شوروی به افغانستان و دخالت‌های آمریکا در ایران تصویب کنه همزمان، و این باعث دشمنی هر دو طرف باهاش شد. And that earned him the enmity of both. اوج این دشمنی نامه شدید اللحن قطب‌زاده با آندره گرومیکوست. 20 مرداد 59 در پاسخ به گلایه وزارت خارجه شوروی، قطب‌زاده این کشور را به دخالت در امور ایران متهم می‌کند. او علناً میگوید ارتش سرخ باید از افغانستان بیرون برود و یکی از کنسولگری‌های شوروی در ایران تعطیل شود. بعد از اینکه نامه منتشر شد، یه هفته یا 10 روز بعد بود که من یه سفری به سوریه رفتم، عبدالحلیم خدام به من گفت که صادق دیوانه شده، نامه چیه نوشته به گرومیکو؟ گفتم نقد کرده سیاست گرومیکو رو به ایران. گفت این حکم اعدام خود چه امضا کرده با این امضا که زیر نامش گذاشته. خب نمیدونیم اونا همچین چیزایی رو بر نمیتابن. رابطه پرتنش قطب‌زاده با همسایه شمالی تا پایان دوران وزارتش ادامه می‌یابد. در هفته‌های آخر وزارت، قطب‌زاده ناتوان از حل بحران گروگانگیری، علنی و به شدت از ادامه این بحران و شرایط سیاسی کشور انتقاد می‌کند. بعد از بحران گروگانگیری اون خیلی جدی شد. اونقدر عوض شده بود که دیگه نمیشناختمش. اون مردی که 18 سال قبل دیده بودم نبود. اون موقع سرشار از امید و آرزو بود که همه چی قرار عالی بشه، ولی رویاش به کابوس تبدیل شد. دیگه امیدی در وجودش نمونده. فاجعه رو میشد تو چشماش دید. پاییز 59 محمد علی رجایی نخست وزیر می شود. قطب‌زاده از سمت وزیر خارجه کنار و کم کم به حاشیه می رود. دیگه واضح بود که جنگ گروه ها و دسته های مختلف جدیه و صادق در اون باغ دموکراسی که تصور کرده بود نیست. وسط یک جنگل بود،
پر از حیوان درنده. He was in a jungle full of predators.